وقتی سرخیو لارین عکاس 27 ساله شیلیایی به لندن میرسه، انگار به یک سیاره دیگه پا گذاشته. به یک دکور تئاتر غم انگیز و سرد. سرخیو لارین در آغاز دهه 30 میلادی در خانواده بسیار مرفه در شیلی به دنیا آمد. پدرش معمار روشنفکری بود که تعداد زیادی کتاب ادبی و هنری از اروپا تهیه می‌کرد. همین برای پسرش سرخیو امکان رشد فرهنگی و همینطور آشنایی با عکاسی رو فراهم کرد. برای اینکه پدرش رو متقاعد کنه که میتونه عکاس قابلی بشه، 3 از عکساش رو برای موزه هنرهای مدرن نیویورک فرستاد. اونا هم هر 3 عکس رو ازش خریدن. این ماجرا اواسط دهه 50 میلادی اتفاق افتاد و همین عزم اون رو جزم کرد که عکاس بشه. لارین در اون زمان احساس میکرد در شیلی زندانی شده. هرچند که شیلی کشور بزرگی بود و یه جور شاعرانگی داشت که برای لارین جذاب بود. لارین تصمیم گرفت به کمک یه دوست از بریتیش اینستیتوت درخواست بورس بکنه تا بتونه یه مدت طولانی در لندن بمونه. زمستان 1958-59 رو در لندن گذروند. سفر به لندن فرصتی بود تا سر راه توقفی در پاریس بکنه و عکاس شهیر هانری کارتیه برسون رو ملاقات کنه. سختگیری کارتیه برسون در عکاسی سرمشق براش شد. وقتی سرخیو لارین به پاریس اومد، یه مجموعه عکس که در کوچه های سانتیاگوی شیلی از بچه های خیابونی گرفته بود با خودش آورد. این گزارش رو به کارتیه برسون نشون داد و او هم در جا تصمیم گرفت که لارین رو به عضویت آژانس عکس مگنوم در بیاره. مجموعه عکس‌های لندن در اون زمان چاپ نشدن چون بعد از گذروندن 6 در انگلستان اون به آژانس مگنوم پیوست و دیگه دائما در سفر بود و فرصت رسیدگی به این عکس‌ها رو پیدا نکرد. وقتی من این تصاویر رو در آرشیو و قفسه‌های مگنوم پیدا کردم، فکر کردم کتابی از اونا درست کنم و با خود او هم در این مورد مشورت کردم. اواخر دهه 90 میلادی یک کتاب کوچیک که شامل 30 عکس میشد چاپ کردیم. بعد از اون لارین ماکتی برای من فرستاد و پیشنهادهایی برای اضافه کردن تعداد دیگه عکس کرد و در نتیجه کتابی که پاییز امسال درآوردیم نتیجه این رفت و برگشت ایده با خود سرخیو لارینه. اصرار من همیشه بر اینه که عکس‌هایی رو در کتاب‌های او بذارم که خودش انتخاب کرده. فکر می‌کنم که حتما باید خود هنرمند در انتخاب کاراش مشارکت کنه. این مجموعه لندن عکس‌های یک دستی رو شامل میشه چون همه اونا در یک زمستان گرفته شده. در دورانی که در لندن به خاطر آلودگی غبار زیادی در هوا بوده. گویا یه موقعی از سال بوده که نمی‌شده دورتر از 3 متر رو دید. در این غبار پیکرهای تیره رنگ با کلاه شاپو شبیه ارواح به نظر میان. همه این رهگذرانی که در محله تجاری شهرن، بانکدارای کلاه به سر، افراد با نفوذ طبقات بالای جامعه. سرخیو لارین در این مجموعه به هیچ وجه به دنبال ثبت بناها و تهیه گزارش توریستی از شهر نبوده. به نظرم رو زمین میشسته و دوربین کوچیک لایکاشو در دست میگرفته و قاب میبسته. اون خودش اصطلاح زیبایی برای این دوربین لایکا داشت، مستطیلی در دست. چون با این دوربین قابی مستطیل شکل میبنده و در نتیجه انگار که مستطیلی تو دستش داره و همونطور که خودش میگه بازیش اینه که با اون مستطیل چه کار میتونه بکنه.
سرخیو لارین کسیه که اهمیت زیادی به فضای خارج از قاب تصویر میده. خیلی اوقات بخشی از بدن آدمایی که در عکس میبینیم خارج از قاب قرار گرفته. اونها رو در حال ورود یا خروج از عکس میبینیم. درست مثل سینما. با این کار او فضایی باز خلق میکنه و به ما این آزادی رو میده که چیزایی رو که بیرون از عکس در جریانه تخیل کنیم.